مهرانگیز کار حقوقدان از واشنگتن ما رو همراهی میکنن. خوش آمدید خانم کار. تجمع بزرگ و بی سابقه ایرانی‌ها در برلین رو دیدیم، تجمعات لس آنجلس رو دیدیم، واشنگتن رو دیدیم، خواسته های آقای اسماعیلیون رو شنیدیم. با توجه به اینکه این گرد همایی تاریخی در حمایت از اعتراضات ایران بوده و در پی فراخوان آقای اسماعیلیون بوده، فکر میکنید جوامع غربی حاضر میشن خواسته آقای اسماعیلیون که خواست سفرهای جمهوری اسلامی اخراج بشن از کشورها رو عملی کنن؟ خب در این باره که ما فعلا نمیتونیم پیش بینی بکنیم، برای اینکه دولت‌های اروپایی مثل همه دولت‌ها منافع ملی خودشون رو همیشه ارجح میدونن به موارد دیگر یا خواسته های دیگر ملت ها. اما این اجتماعات برای اولین بار دیده میشه از زنان و مردان ایرانی در شهرهای مهم جهان و خودش به خودی خود، بدون اینکه وارد این بشیم که کدوم یک از خواسته های اعلام شده رو دولت‌های غربی اجرا می‌کنند یا نمی‌کنند، باید بگیم که واجد اهمیت، چون تبدیل شده اولا به اینکه از زاویه دیگری دولت‌های غربی ایران و ایرانیان رو ببینند و انبوهی از ایرانیان رو کاملا تفکیک بکنند از حکومتشون و اینکه مردم و دولت با هم یکی هستند، یا این که بگویند مردم هر کشوری سزاوار همون حکومتی هستند که دارن، اینها رو داره ناپدید میکنه از افکار سیاسی دولت مردان غربی و به هر حال یک اهرم فشاری است. از طرف دیگه مردم در این کشورها دارن ایرانیان رو به شکل دیگری میبینند، سوای اون شکلی که جمهوری اسلامی دوست داشته همیشه ارائه بده. خانم کار، به نظر شما اینکه زنان خیلی در اعتراضات پیشگام هستند در این اعتراضات اخیر و اینکه شعار اصلی این جنبش شعار مترقی زن زندگی آزادی است، فکر میکنید این چه تأثیری داره بر جهانی شدن جنبش؟ ببینید همین الان جنبش جهانی شده، از حالا نه از نظر اجرایی ولی از نظر تئوریک، از نظر مفهومی، و شما اطمینان داشته باشید که این در تئوری‌های اکادمیک وارد میشه، در بحث‌های اکادمیک وارد میشه، چون اولین باره که از منطقه خاورمیانه که اکثریت جوامعشون مسلمان هستن داره صداهای مترقی منتقل میشه به دیگر کشورها. و از طرف دیگه خب باید بدونیم که یک بخش مهمی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی کاملا متمرکز بر جنس دوم بودن زن، بر شهروند دوم بودن زن و به طور کلی بر اینکه زن باید همیشه زیر سلطه مرد سالاری باشه، در مناسبات خانوادگی زیر سلطه مردان خانواده و در مناسبات سیاسی زیر سلطه حکومت. بنابراین این بخش از ایدئولوژی جمهوری اسلامی که بسیار حساس و مهم هست برای جمهوری اسلامی، این بخش رو در حال حاضر همین شعار به چالش کشیده.